صبر بر طاعت الله تعالی اون که به پروردگار بودن الله راضی است حق اوست که طاعت و عبادت او را انجام بدهد الله تعالی فرمود اوست پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان اینها است پس عبادت او را بکن و در عبادت وی با صبر باش آیا هم نام برای او میدانی سوره مریم آیت 65 و صبر به ادای طاعت ها کاملتر از صبر بر دوری از محرمات است و طاعت الله تعالی به چند نوع صبر است به مانند صبر در اخلاص و حمایه کردن سبب های ریا و کبر و غرور و صبر در پیروی بر آن و کاملا انجام دادن آن است و صبر در ترک کوتاهی و نواوری ها که آن را از خود دور نکرده دوامناک عمل کردن است الله سبحانه و تعالی فرمود اهل خود را به نماز امر بکن و به ادای آن صبر و تحمل بکن و از تو رزق روزی دادن را نمی طلبیم ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای اهل تقوا است سوره طه آیت 132 شخصی که به طاعت صبر کرد در وقت عاجزی برایش اجر و ثواب نوشته می شود پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه بنده بیمار شود و یا به مسافرت برود پاداش عملهایی که در زمان صحت بودن و مقیم بودنش انجام می داد به مثل آن برایش نوشته می شود حدیث با روایت امام بخاری دوامناک در طاعت الله بودن سبب حسن خاتمه است پس شخصی با سخاوت عادت خود را به جا می آورد بنابراین آنی که به چیز زندگی کرد بر همان چیز وفات می کند و آنی که در کدام حالت وفات کرده است در همان حالت از قبر خیزانده می شود پس تا دیدار پروردگار عالمیان در طاعت او تعالی صبر بکن حسن بصری رحمه الله گفت هر آینه الله تعالی عمل کردن را برای شخص مؤمن تا آمدن مرگ گفته است پس این آیت را قرائت کرد پروردگارت را عبادت کن تا وقتی که مرگ به سراغت آید سوره هجر آیت 99